آکوامن 2، قلمروی گم شده یا لاست کینگدوم. If you lead, the seven kingdoms will follow. کی فکرشو میکرد انقدر زود تموم شه؟ پایان دی سی یو، پایان اسنایدر ورس، پایان همیشه چیز بدی نیست، لازمه. دوران سوپرمن هنری کویل، فلش ازرا میلر، بتمن بن افلک و جیسون مامایی که اینجا برای آخرین بار در قامت آکوامن ظاهر میشه. فیلم آکوامن 2 دنباله فیلم آکوامن 2018 است که اولین بار بود کاراکتر آکوامن رو پرده سینما میره و جیسون موما هم اولین بازیگری بود که تو نقش آکوامن ظاهر میشه. داستان فیلم در مورد آکوامنیه که حالا دیگه بچه دار شده و بیشتر زمانش رو بچه میگذرونه و به وظایفش به عنوان شاه اتلان رسیدگی نمیکنه. این تو دومین فیلم آکوامن به جای اینکه شاه اتلانی خفن ببینیم، داغون ترین ورژن آکوامن رو دارن به ما میدن. I'm a husband and a father, and I wouldn't have it any other way. I'm the how you did it, Pops. My job was a little less stressful than yours. از اون برم بلک منتیس به یه تک باستانی اتلانی دسترسی پیدا کرده و میخواد انتقام پدرش رو آکوامن بگیره. برای مواجهه با تهدید منتیس، فیلم تبدیل میشه به یه فیلم بادی کمدی. تیم اپ آکوامن و برادرش کینگ اورم و بازی پاتریک ویلسونه که این کارو صدها بار تو فیلم‌های دیگه کردن. ویلن فیلم قبلی رو میاری تو فیلم جدید و آدم خوب میشه. You look rough. اینجا آکوامن برادر فانه است، اون برادر جدی است. درسته همچین چیزی رو تو هزار تا فیلم دیگه دیدیم، ولی داینامیک بینشون رو دوست داشتم و معدود چیزای فیلم بود که برام کار کرد. این فیلم یکی از بدترین ریتمای فیلمای امسالو داشت. واقعا نمیدونم کارگردان و ادیتور داشتن چی کار میکردن. فلش با اینکه فیلم بدی بود، حداقل ریتم سالمتری داشت. دیدی میگن این خواننده فالش میخونه، این فیلم هم خیلی جاش فالش میزنه. چیزی که تو این فیلم نسبت به فیلم قبلی تغییر کرده اینه که بازیگر نقش اول جیسون موما عضو تیم نویسندگی هم هست و تو تصمیمات خلاقانه دخیله، کاری که تو فیلم قبلی نمیکرد و صرفا یه بازیگر بود. البته از تام کروز بگیر تا برادلی کوپر، چیز زیاد عجیبی نیست که بازیگر تو بحث فیلمنامه ورود کنه. شاید بگید چرا که نه، اصلا خوبه، بذار ببینیم موما اینجا چیکار کرده. موما ریده، یعنی تو این فیلم حس آکوامن میانسالی رو بهم داد که سنگینه، تنبله و اصلا سوپر هیرو نیست. کاراکتر جذاب آکوامن رو تبدیل کردن به اکانت تیک تاک جیسون موما. اصلا این چه فازی جیسون موما برداشته؟ یه فاز اولترا فان برداشته که آره من فانترین آدم کره زمینم که دوستش دارم و آدم خوبیه، ولی برای نقشه‌ای که انتخاب میشه برمیداره اون کاراکتر رو ترور شخصیتی میکنه و جایگزینش میکنه با پرسونای سوشال میدیای جیسون موما. پس اینجا شما آکوامن زیادی نمیبینید، جیسون موما رو میبینید با چند قطره آکوامن. دقیقا مثل بلک آدم که راکو میدیدید با چند تا مولکول بلک آدم. به نظر میاد دی سی بیشتر تو کار بازیگره تا تو کار کاراکتر. هیچ کدوم از هیروهاشو لایه کاری نکرده و توشون عمیق نشده و کاراکتر آکوامن تو این فیلم از اول تا آخر این فیلم هیچ تغییری نمیکنه. کلن این فیلم یه انگشت اف به کانسپت کاراکتر دیولوپمنت نشون داده. مسئله بعدی اینه که اون باس بودن و کاریزمایی که آکوامن جیسون موما تو فیلم قبلی داشت که دوستش داشتم و اینجا نداره. خیلی کاراکترش تبدیل به یک کاراکتر گوفی کمدی شده. واقعا اگه میخواید آکوامن خفن ببینید، اما برید فیلم قبلی رو ببینید. کسی که تو این فیلم میدرخشه یحیی عبدالمتین 2 تو نقش بلک مانتاست. من تو اینترنت سرچ کردم یحیی عبدالمتین 1 رو پیدا نکردم، متوجه نشدم پدرشه یا برادر بزرگشه که اسمش اگزکتلی همین بوده، مجبور شدن 1 و 2 بذارم مثل راکی 1 و 2. به نظرم نقشش عمیقه و میتونستن کل فیلم رو فوکوس کنن روش، اما هالیوود باید حتما یه ویلن قوی ترم بیاره. یه دونه ویلن که نمیشه. اون ویلن قوی تره ذهن مانتیس رو در دست میگیره. ویلن اصلی شاه باستانی اتلانیه که برادر کینگ اتلان اورجیناله، همون کسی که نیزه طلایی آکوامن ساخته. یعنی فیلم چند تا استوری لاین رو ریخته تو هم، مستاق کامل ریختن قیمه تو ماستاست و فوکوس نداره فیلمش، نمیدونه بعد چیکار کنه و نمیدونه چرا هست. صرفا فیلمش هست که باشه. ایده این که این داستانای باستانی اتلان کاوش بشه و برن یه ویلن شاه باستانی بیارن و اینا رو خیلی حال کردم و واقعا میخواستم ببینم چی میشه،
ولی الان میتونم با اعتماد به نفس کامل بهتون بگم که این فیلم شت زد به ویلن دومیه و خرابش کرد و حرومش کرد. کل فیلم دارن اون ویلن خفنه رو بیلاب میکنن. منم دلمو صابون میزدم، گفتم ایول آخر فیلم احتمالاً بلک مانتیس با برادر آکومن درگیر میشه، خود آکومن هم با اون ویلن ترسناکه، یه فایت آخر خوب داریم. کل بخش ویلن خفنه محدود میشه به چند ثانیه، شاید چند دقیقه، و کوچکترین درگیری با آکومن نداره. پوینتلس ترین بیلد اپ ویلن تو تاریخ فیلم های سوپر هیرویی رو اینجا شاهد بودیم. During King Atlan's time, there were seven kingdoms. The trident was a curse upon them all. این فیلم با اینکه یه سری مشکلات عجیبی داره، ولی در حد د مارولز و بلک آدم بد نیست. یه چیزایی داره که قابل دیدنش میکنه. مثلا تون فیلم خیلی راحت و سبکه، و برای زمانی که این فیلم اکران شده که کریسمس و سال نوه و خانواده‌ها با بچه‌ها میرن سینما، اونقدر بد نیست. از جدی بودنش کم کرده، فوکوس کرده رو کمدی و اکشن. مثلا جهانسازیشون همونه که تو فیلم قبل بود. دنیای زیر آب جذاب، تو هر شات چند تا موجود عجیب غریب میبینی که از دیدنشون تعجب میکنی، صرفاً چون یه بار دیدیشون تازگی که سال 2018 داشت نداره. مشکلش اینه که اینقدر سری همه چی اتفاق میفته، نمیتونی تایم تو بگیری اون دنیایی که ساخته لذت ببری. بعضی وقتا ریتمش یکم آروم میشه که فایتو نشون بده، میتونی خب حال کنی با محیط، ولی فیلم خیلی عجله داره که بره صحنه بعدی. از نظر اکشن فیلم فستیوال سی جی آی دیگه، چی بگم؟ جیمز وان اینجا قشنگ خودش رو رها کرده. هم ویلن قدیمی داره، هم ویلن جدید داره، هم ویلن فیلم قبلی آوردن، از اون بر نیکول کیدمن میاد، از اون بر یه خرچنگ حرف بزن داره. فیلم بات کردم میزان چیزایی که توشه. میتونم بگم سی جی آی فیلم چیز جالبی نیست، خیلی جنریکه، خیلی معلومه که هی بارها ادیت و ویرایش شده، و کار نهایی در حد سی جی آی فیلم مدرن 2023 نیست. به قول اسکورسیزی که گفته بود فیلم های سوپر هیرویی مثل شهربازی هن، این فیلم هم دقیقا مثل شهربازیه، مثل سیرکه. فایتاش بد نیستن، سرگرم کنندن، ولی چون استکش پایین، تنشن و تنشش پایینه و میدونی میخوای چی بشه و خیلی قابل پیشبینیه، زیاد حال نمیده. چیزی که بیشتر رفت رو مخم اینه که یه سری اتفاقات فوق احمقانه تو فیلم میفته که حتی برای فیلم سوپر هیرویی هم احمقانه است. مثلا اینا با یه زیر دریایی حمله میکنن به این شهر اتلن، شهر آکومن. اینا فکر میکنید اولین کسی که میاد با اینا بجنگه کیه؟ مثلا این شهر داری تو، تو خود چاهی، مثلا این کسی حمله میکنه اصولا ارتش و پلیس و اینا باید بره سراغش دیگه. امبر هرد و یه سری فرمانده و خود آکومن اولین کسایی هستن که میرن به جنگ بدجنسا. یعنی امنیت و سکیوریتی شهر آتلان اصلا وجود نداره. اولین تهدیدی که میاد خود ملکه میره به جنگ. آخه جالبه تو فیلم اشاره میشه که تک اتلن و اینا در اختیار انسانها قرار بدن و باعث پیشرفت هیومانیتی بشن. تک اتلن انقدر بالاست که اینا میتونن کارهای خفن باش کنن و اینا، ولی بلک مانتیس اتمسفر رو به فاک داده. آخرین آدمی که میفهمه این اتلنیا هن. به نظر نمیسه تک زیاد خفنی داشته باشه. نیکول کیدمن تو این فیلم دیدن داره، انقدر پلاستیک زده به صورتش که هیچ اموشن و حسی رو نمیتونه نشون بده. مثل فیلم هاوس آف فاکس اینطوری مونده صورتش. یعنی میخوای بگی هیچ بازیگر زن 60 ساله‌ای که این مادر رو رپرزنت کنه برای این نقش نبود؟ نه به نیکول کیدمن، نه به پلاستیک. بعد از 5 سال از فیلم قبلی، این فیلمیه که هیچکی نمیدونه چرا وجود داره، فیلمیه که هیچکی نمیدونه چرا ساخته شده. پروداکشن فیلم وحشتناک بوده برای استودیو. اگه فیلمو ببینید متوجه میشید چه فرانکشتاینی رو سر هم کردن، و دادگاه امبر هرد هم دیگه اصلا همه چی رو خراب کرد. تو سایت change.org 5,600,000 نفر رأی داده بودن که امبر هرد از فیلم آکوامن دو حذف بشه، به خاطر شکایتی که از جانی دپ کرده بود. تو دادگاه باخت، گناهکار شناخته شد و بعد حدود 15 میلیون دلار به جانی دپ پرداخت کنه. امبر هرد تو تریلر در حد یه شات بود، ولی تو فیلم در حدی هست که به چشت بیاد. گزارشایی که بررسی ریاکت بیننده ها نسبت به این فیلم اومده اینه که هر وقت امبر هرد تو صفحه می اومده، همه ی احساس ناراحت و آنکامفورتبلی داشتن. راستش رو بخوای منم حس کردم اینو تو سینما. وقتی می اومد یه ذره یه حس، اصلا نمیتونم توضیح بدم چجوریه، تا حالا تو زندگیم ندیدم به خاطر حضور یه بازیگر رو پرده
یه حس ناراحتی تو سالن بیاد. در واقع آدما میبینن جانی دپ چقدر راحت از فرانچایز کارایی با هری پاتر کنار گذاشته شد، ولی اینجا یه فیس همبرردی تو دادگاه باخته، یعنی کسی که تو دادگاه گناهکار شناخته شده هنوز داره کار میکنه و تو سینما فیسش رو میبینی، کسی که بی گناه بوده جانی دپ اون اخراج شده. واقعا یادم نمیره زمان آکوامن یک امبرهر چقدر تو اوج بود، مثلا رو هوا بود، یادم میگه عکس مسخره ام اومده بود، یه سری خط صاف داشت، میگفتن یه سری دانشمندا گفتن امبرهرد زیباترین زن کره زمینه. برای اینکه متوجه بشید چرا اینقدر این فیلم با آکوامن یک مقایسه میکنم، چون اون فیلم 1,150,000,000 دلار فروخت که اون فیلم رو تبدیل کرد به 39 فیلم پرفروش تاریخ سینما. تاریخ سینما. این موفقیت رویایی واسه جیمز وان، جیسون ماما و امبر هرد بود که اصلا اون زمان های این موفقیت بودن. اما دیگه اون خبرها نیست. این فیلم تو اولین آخر هفته فروشش 27,000,000 دلار فروخت که فقط از بلو بیتل بیشتر فروخته، که اصلا هیچ افتخاری نداره چون هیچ کس بلو بیتل رو نمیشناخت. پس میشه گفت این فیلم شکست دیگه توی گیشه است که الان بعد حدود 2 هفته که من دارم این ویدیو رو میگیرم فیلم حتی هنوز 100,000,000 دلار هم تو آمریکا نفروخته، که یه شکست مفتزهانه دیگه هم برای دی سی و وارنر برادرز. البته زیاد تعجبی نداره، تمام فیلم‌های اخیر دی سی شکست تجاری بودن، از بردز آف پری بگیر تا واندر وومن 1984، شزم 2، فلش، بلک آدام. اینقدر وارنر برادرز پول از دست داده سر دی سی که اصلا دگمش رو زد تعطیلش کرد. من معتقدم اگه شاید 1 سال یا 2 سال بعد اون فیلم اولی فیلم دومو سری میساختن اکران میکردن خیلی بهتر میشد شرایط. الان دیگه تو دنیا صرفا اون اشتیاق واسه فیلم های سوپر هیرویی نیست و این فیلم حتی به 30% فروش فیلم قبلی هم نرسیده. در جمع‌بندی باید بگم که اگه شما عاشق دی سی و کاراکتر آکوامن هستید، میتونید آخرین فیلم دی سی یو رو یه حال ریزی باش بکنید، با اینکه فیلم خوبی نیست میتونید ببینید. اما اگر آدم عادی هستید و فقط فیلم های خوب سوپر هیرویی رو میبینید، میتونید کاملا از این فیلم رد شید و هیچ وقت بهش فکر نکنید و نبینید. نمره من به فیلم آکوامن The Last Kingdom 3/10. پایان افتضاح واسه دی سی یو بود. با لحظات ریزی بین کاراکتر آکوامن و اورم لذت بردم، اصلا بازی پاتریک ویلسون تا حدی برام کار کرد، ولی در کل دی سی یو رو نوت خیلی خیلی بدی تموم شد. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا جیمز گان میتونه دی سی رو نجات بده یا نه. دوست دارم نظر شما رو در مورد فیلم آکوامن 2 و پایان دی سی یو بدونم. به نظرتون جیمز گان میتونه دی سی رو نجات بده یا اونم همینجوری باز قرار خراب کنه و این تلسم دی سی قرار ادامه داشته باشه؟ اگه از تماشای این ویدیو لذت برید، ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید اگه هنوز ندارید و زنگوله رو بزنید که برای ویدیوهای جدید نوتیفای بشید. تا بعد، فعلا.